با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز، انشاءالله که خوب خوش و سلامت هستید و آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو در نه آخر هفته همراه دارید بله بله خوش میگذره بهتون. آره چون آره، بگیم راحت آره. هالووین خوبی رو گذروندید؟ اون چه خیلی وقت پیش بود. بعد یه برنامه دیدم اجرا کردیم دوست. باشه ولی بالاخره این هالووین که میاد از قبل که بیاد شروع میشه با اجازه. بله. یه هفته مونده به هالووین، تمام مهمونی ها شروع میشه، روز هالووین که جای خودش داره تمام میشه، هنوز یه هفته بعد هنوز دارن همه جشن میگیرن و چقدر خوبه. اتفاقا من مخالف این مسائل نیستم، دوست دارم جشن و مهمونی و این خنده و اینا. دل بنشاته چیه؟ دل بنشات. این در کتاب ویداه ربی نیست دیگه، من چیکار کنم؟ اشتباه حرف میزنم. دوستان میگن این در کتاب داد ولی اینی. ولی آدم دلش شاد میشه، مهمونی خوبه، آدم روحیش عوض میشه. آدم نباید، میدونم خبرها رو وقتی میشنوه آدم دلش میگیره ناراحت میشه، ولی همیشه نباید با ناراحتی زندگی کرد. باید سعی کنیم که یه مقداری هم مثبت باشیم. یکی از دوستان من میگفتش که من اینقدر خانومم میاد توی خونه و اینقدر حرفای منفی میزنه که من دلم میگیره. دلم میخواد همش حالا وقت عوض کردنه. بله؟ نه محیط یعنی روحیش رو. بله. روحیه خانوم رو. بله. نه میگفتش که حالا به تخته بزنم چشم بزنم، میگفت چقدر دوست دارم بیام تو فامیلی شما چون همیشه شما حرفای مثبت میزنید و کازنا دور هم جمع میشید میگید میخندید. بابا این خانم رو به دست باد بسپر. چرا باد چی میشه؟ میبرته؟ نه یعنی درست هوا بهش میخوره دیگه. تو چرا همش منفیش رو نگاه میکنی من هر حرفی میزنم؟ من نمیفهمم آخه تو چی میگی. تو یه جوری حرف میزنی من نمیفهمم. اون که باید متوجه بشه میشه. متوجه میشه. آره. ولی نه، سعی کنید خانم ها آقایون همسران عزیز مثبت باشید. چه فرقی نمیکنه. هر کدوم سعی کنید بابا تو خونه حرفای مثبت بزنید. به هم دیگه میرسید حرفای قشنگ بزنید. اصلا شما یکی از چیزایی که خیلی قشنگ مشخص میشه خانم آقایون ایرانی هستن به خصوص سنش که بالا هستش، اینی که با من حرف نمیزنن. وقتی تو ماشینن حرف نمیزنن، هر دوتا اخم دارن. بده. آره خیلی بده. بعضی وقتا خانمه میرونه، چون خانمه جوانتره مثلا. بله. خانمه میرونه، آقای نشسته، خانمه خیلی عصبانی داره میرونه، یعنی با من اصلا حرف نزن داره میرونه. من نگاه میکنم با ماشین مثلا دارم رد میشم، نگاهش میکنم آخه خیلی عصبانی خانمه امروز عصبانی، میرم فردا برمیگردیم یادش به دکتر عصبانی بود. نه این نشون میده که آقایون تا زمانی که جوان هستید به همسرتون عشق بدید، احترام بذارید، محبت کنید که وقتی سنتون رفت بالا اون رو از خانومتون بگیرید. این خانوم ها بالاخره اینجوری هن دیگه. حال من نمیتونم زیاد در مورد خانوم ها حرف بزنم. نه دیگه. آره. چیز میکنم. منفی بازی وجود نداره. نه ولی سعی کنید. به زبان انگلیسی میگن ریتالییت میکنن. یعنی دارن جواب همون دیگه. بله. حالا دیگه نه نخواستیم اینه بگیم. ولی از همه مهمتر اینه که آدم دمار از روزگار توی خونه باید همیشه اون آرامش و آسایش باشه، لبخند باشه. نه اینکه وقتی هر دو هم اگه کار میکنید وقتی میایید خونه وقتی خسته اید اخ داشته باشید. بالاخره اون لبخنده رو بزنید، دو کلمه حرفای قشنگ بزنید، سعی کنید که اون تمام اون خستگی روز از تنتون یه جوری در بیاد. این خیلی مهمه. خیلی مهمه. برای همون میگفتن دن کسایی که میخندن عمرشون طولانی تره. بله. برای که آدم های شادتری هست. کامله. آدم هایی که منفیان عمرشون کمتره. حالا راجب عمر گفتم، یه چیزم راجب خواب بگم. داشتم گوش میکردم، گفتن کسایی که روی صورت میخوابن صورتشون زودتر پیر میشه. بله بله. تا اینکه روی سرشون بخوابن. بله. یعنی شما اگر که اینجوری بخوابید دیرتر پوستتون افتاده. بله. میشه و پیر میشه. سعی کنید عادت که اینجوری بخوابید خانم. ولی ما اصلا این خیلی سخته اینجوری خوابیدن. آره ما اصلا نمیتونم. اکثرا دمر رو میخوابن. نه من رو پهلو میخوابم. کم کم دمر رو نمیشین. نه خیلی ما رو پهلو از وقتی هم که اینو گفتید هر کاری که میگم نخیر نمیشه. با اجازه تو ما اینجوری میخوایم. آقایون بیشترش اینجوری که میخوابن رفته رفته پای باز میشه، یه حالت نهنگی بهش میگیم ما. جز نهنگی پای باز میشه اینطوری میره کنار، بعد شما اینجوری میخوابی. بعد آره ممکن اینطوری میخوابی دیگه. آره راست میگی. آره ولی کم کم اینجوری حالت آره میگیری.
خانم میشه من میشه من یه دستم از زیر سرم اینطوری میذارم. آره آخه دست علی به همراه تو دست خود تو زیر صورتتونه. دست خودم به آره آره ولی به اصلا نه برای آقایون اکثرا دیدم من آقایون دوستای خودم که دیدم را از همینطور کج بعد یواش یواش چیز میشه دیگه. آره جاذبه شما رو یه حالت نهنگی میشی. آره میخوای دوست داری همه چی در کنترلت باشه. آره این برای آقایون هست. به خاطر هوام که میدونید که یه مقدار هوا روزها گرم شبا بسیار خنک هوا خشک شده برای همین چشم همه خشک میشه. ما هم خیلی عادت داریم که قطره چشم میریزیم تو چشم. بله اینو خواهش میکنم گوش کنید. مواظب باشید. 26 تا از قطره چشمایی که تو چشممون میریزیم گفتن همه اینها اینفکشن میاره و حتی باعث این میشه که شما دید چشمتون از بین بره. درسته. بنابراین خواهش میکنم با دکترای چشمتون صحبت کنید اگر هر قطره چشمی رو که میخواید تو چشمتون هر چیزی تو چشمتون نریزید. نه واقعا این کارو نکنید. نه اصلا نمیدونید الان چون قبلا میگفتن این قطره چشم خوبه برای چشم ولی الان میگن بد. بله. بنابراین سعی کنید اینو چک کنید ببینید که جزء اون 26 تا قطره هست یا نیست بعد داخل چشمتون بریزید. اینا یه اینفورمیشن هایی که بالاخره نه لازمه لازمه بله. چون به خصوص در آمریکا الان در رابطه با این قطره های چشم خیلی صحبت میشه. خب نه اینکه در جای دیگه نیست این مسئله، همین قطره ها همه جای دنیا میره. حالا اینها یه مقدار بیشتر مراقب هستن یا توجه دارن اعلام میکنن، به خصوص اون سازمان FDA. بله. اینها بیشتر میان و این مسئله هست و مواظب. خب چشم میدونی شوخی نیست علی جان، شما وقتی قطره رو بزنی قرار باشه که دیدت رو از دست بدی. بله. چیزی نیست که مراقب باشید. خیلی مراقب باشین تو رو خدا. یه نوشابه هم راجبش صحبت میکردن که اونم گفتن که خیلی توش گفتن انرژی زاست اینو. بله. میخورن ولی الان. بله. گفتن که خیلی مثل این که کافئینی که توش میریزن باعث ضرر حالا سو کردن و بابا این چیزا رو نخورید. بله. قربونتون برم نمیخواد انرژی این، آره، این خودتون بخورید. این شابه‌های انرژیزا غیر از صدمه زدن هیچ چیزی دیگه نداره. نه. هیچ چیزی نداره و خیلی بده. سعی کنید که از این نوشابه‌های انرژیزا تا اونجا که میتونید دوری کنید. دنیا ببینید یه چیز جالبیه، دنیا به طرف سلامتی داره حرکت. بله. میکنه. بله. و به این مسئله خیلی مهمه. نرید سراغ نوشابه انرژیزا، نرید سراغ چیزایی که براتون به درد میخوره. حتی مثلا خیلی از شما دیدم که دایت کوک میخورید، دایت پپسی میخورید. این لغت دایت فکر نکنید که شما رو فقط لاغر میکنه یا چیز، نه، اینها توش ساکارین داره و برای بدن خوب نیستش. سعی بخورید که اگر بودش از این زیروها بخورید، باز بهتره. کوک زیرو، پپسی زیرو، سپرایت زیرو، این زیروه خیلی بهتر از دایتشه. حالا من جای شما بودم زیرو 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 میخوردم. نه من اصلا نمیخوردم. نه من اصلا من آب گازدار خیلی دوست دارم. منم همینجور. آب بخورید آقا. سه نوع آب گازدار داریم که اینها به ترتیب به نظر من بارد. من دوستشون دارم. علی سرت میاد دستم بزنم دستم. نه مسئله یه مسئله خیلی مهم. درباره سلامتی رو صحبت کنیم. میخواد کسی جور کف دست جور سر من فکر کنه واقعا پول گیرش میاد. آقا بشور. نه این واسه شستنه. بشور راحت حالت خوب میشه. میگن کف دست میخواد گفتن به اولین بچه هم بدن. تو اولین بچه دیگه بگه حالا اومدی اون در خیلی شاید یه پولی اومد دیگه چیکار کنیم. بکش. البته این روزها پول مهم نیست، انشالله که سلامتی باشه از. بله، همه چی مهمتره. سنود هست که من خیلی دوست دارم، مختلفن دیگه، واس هم داره نمیدونم. ولی من یکی بهتون پیشنهاد میکنم اگه نخوردید و گاز زیاد دوست دارید از توپوچیکو بخورید. توپوچیکو مانا؟ توپوچیکو یک نوشابه یه که مال مکزیکه و نوشابه گازدار، آب گازداره مال مکزیکه و دو احساس لیمویش هم هست، معمولیش هم هست. نه توپوچیکو خوبه. بعد دیگه سن پلگرینو که همه میشناسن باهاش آشنایی دارن، سن پلگرینو و دیگریش هم چیز دیگه پریه. من پریه دوست دارم. آره پریه. آره این آب از همه چی بهتر. من آب گازدار اینا دوست دارم. آره از همه چی بهتر. به فکر سلامتیتون باشید. بله بله. خب از سراغ چی بریم؟ بریم سراغ سان فرانسیسکو. ببخشید
سراغ سانفرانسیسکو چه خبره؟ بریم سری بزنیم به شهر سانفرانسیسکو که صحبت در این مورد بود که سانفرانسیسکو این شهر بسیار زیبا، این شهری که از همه شهرها گرانتر بود و هنوز هم جالبه که اجاره ها یکی از گرانترین ها هست، متاسفانه به خاطر اینکه این همه که هی گفتن که شما اگه برید چیزی رو از مغازه بردارید تا 950 دلار شما رو نمیگیرن ببرن زندان، انقدر مردم ریختن و این کارا رو کردن و انقدر ماشین ها رو شروع کردن شکستن و صدمه زدن که همه سعی کردن از این شهر دوری کنن و متاسفانه این شهر خیلی خیلی وقتی نگاهش میکنید اقتصادش پایین اومده شده. اصلا نه شهر بد شده، حالا نگاه کنید ببینید شهر چجوری شده، اصلا مردم انگار همه با هم دعوا دارن، همه مغازه ها دیگه سیف نیست و صحبت این بود که بالاخره چه روزی دوباره میشه سان فرانسیسکو رو ساخت. بله خب وقتی که اما اسدالله تصمیم بگیره بره اونجا، ولی کلن اسم سان فرانسیسکو من اصلا حالا بد میشه. یاد دای جان ناپلون میفتم، ولی واقعا بی نظیر بود. داشتی در باره این بوتیک ها اینا صحبت میکنی، چند روز پیش من رفتم به این شاپینگ سنتر یا این مال معروفی که در وستفیلد در توپنگا هست. بله دارم چرا گوچی برم ببینم چه خبر گوچی چی و اینا. یه میله درست کرده بودن، دو تا اولا گاردی دم در، یه میله درست کردن کشتن جلو در، روی در، رو خود در. شما میره اونجا وای میسی؟ بله. مثلا 20 نفر کلن توی مغازه دارن خرید میکنن، میگه صبر کنی. سه نفر باید بیان بیرون تا مثلا شما سه نفر برین تو. خب؟ و خیلی جالب بود برای من. وقتی این تصویر آدم میبینه، حالش بد میشه از اعتباد دیگه. ببینید چقدر مراقبت، یعنی که اینو ملت اینا اومدن دزدی کردن ریختن تو، یه دفعه 5 6 دادن، دو نفر آدم با یه میله اینطوری از این میله‌ای که قفل می‌کرد دو تا درا رو اینو مینداخت به در، باز دوباره درو باز می‌کرد بفهمید تو، باز دوباره مینداخت، باز دوباره باز می‌کرد بفهمید. آره بیشتر جاهای الان اینجوری شده. آره. به خاطر اینکه من نمیدونم که بالاخره کی قراره اینا رو پیدا کنن بگیرن و نمیدونم دیگه، بالاخره یه روزی همه چی درست میشه با امید خدا. بله ولی این خیلی مراقب شدن، خیلی مراقب شدن فروشگاه های مختلف مثل لوی ویتان اینا، گارداشون زیاد کردن سر. آخه ولی دستور دادن که گاردام شلیک نکنن، میدونی بدیش اینه که شلیک نکنن. اما میتونن تیزر استفاده کنن که خب اونم چیز کمی نیستش، میتونن از این برقی ها میتونن شوکر الکتریکی بدن. بهترین را همینه که در رو ببندن. آره دیگه هیچ سه تا چهار تا بذارن برن تو، هر کی میخواد خرید کنه. نگاه میکنم ببینن یارو لباسش چجوریه، چه شکلیه، وقتی ما نرفتیم رو بنده نداری میتونی بری تو خرید، چون اینا که میرن تو معمولا ماسک دارن. بله ما نرفتیم دیگه، ما گفتیم ما بدم فقط واسه ببینیم چه خبره. رفتیم از اونجا، من با شهرام رنه بودم. اوکی. آره رفتیم ستریم اونجا، یه چیزی میخواستم بغل بگیریم برای این سیستم کمره و این چیزا، دیگه گفتیم بی خیالی فهم حاضریم چک کنیم چطوره. ولی این خیلی مسئله مهمی شده. بله حالا یه شرکت مهندسای هواپیما در اوکراین اومدن یه طرحی رو ریختن. شما میدونید هواپیما مسافربری اگر خدای نکرده سقوط بکنه، چه در آب چه در خشکی، 99% کسایی که در هواپیما هستن وقتی میگن سرنشین ها، میگن اونایی که کل هواپیما، نه اونایی که سر میشینن. البته ما یه مدت بیرفتیم عقب میشستیم فکریم برای همین میگن سرنشین ها میمیرن، ولی کل کسایی که حالا تمام سرنشین ها هواپیما از بین میرن، 99% حد و بیشتر. بله. از بین میرن. یک کمپانی در اوکراین، مهندسین در اوکراین اومدن با یک طرح جدیدی برای هواپیمای آینده، یک طرح جدیدی پیاده کردن. این طرح چیه؟ زمانی که هواپیما داره به سقوط میکنه، خود هواپیما و یا خلبان، بستگی به موقعیت داره و سرعتی که داره حرکت میکنه، دکمه‌ای داره که زده میشه یا اجکت میشه
اون بخشی که مسافران نشستن از هواپیما جدا میشه، از موتور جدا میشه و اون از طریق چتر میاد پایین. بله. شما اونجوری که گرفته بودی دسته دادن نمیدونست چی قراره بیاد دستش. آره. خیلی من اتفاقا خیلی مدت بود به این مسئله فکر میکردم که کاش که یه کاری بکنن که وقتی موتور از کار میفته، اگر بترکه که اون یه چیزی ترکیده، ولی اگه موتور از کار بیفته که دارن سقوط میکنن وقتی این کار انجام میدن، باید چترایی باشه که یهو باز شه و بتونه، البته نمیدونم تا چقدر بتونه این نه همون اندازه وزن دیگه، وزن آره باید یه چیزی باشه که اینو بتونه بشونه روی زمین یا روی آب بالاخره. بله. و این خیلی چیز جالبیه اتفاقا، خیلی جالبه، خیلی قشنگه. آره خیلی راه خوبه دیگه، این جلوگیری میکنه از بین رفتن مسافری. خیلی جالبه. این هواپیمای دوست داشتم اینو. آره هواپیمای جدیدی که دارن روش کار میکنن و به زودی اینها راهی بازار خواهند شد. ولی مسئله که اگر این بیاد روی آب میمونه دیگه، فلوت میکنه تا مدتی روی آب فلوت میکنه، بعد دره باز میشه مثل قدیما، اون یارو چیزات اون یارو اون نری اون قایقا میاد بیرون و دیگه درست همون سیستم قبلیه. آره، ادامه بده. آره بیره. هر جایی که بیاد پایین مردم بتونن راحت. بله. خیلی قشنگ دیگه. هر کسی این کارو داره انجام. آره یه مهندسین اوکراینی هستن. آفرین بهش. آفرین واقعا واقعا باریکلا. یعنی آدم باید قدر همه اینا رو بدونه، این دکترای نازنینی که این همه زحمت میکشن، چه چیزایی رو پیدا میکنن برای کانسر، برای مریضیایی که هست، برای مریضی مختلف، باید قدر همشون رو ما بدونیم، دستشون درد نکنه. درست کاملا. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. برای دوستان عزیزی که در شهرهای مختلف زندگی میکنن و دوست دارن که جویای برنامه های شهرام شپره عزیز باشن، ما 2 دسامبر خواهش بکنم شیکاگویی ها آماده باشن. 2 دسامبر در کوپرنیکوس سنتر در شیکاگو اونجا خواهیم بود با شما و این حالا کوپرنیکوس هر کدوم بخواهی اینجا شهرام ما با گروه کامل میایم اونجا. آخرین دیدار خواهد بود. یکی از شهرهای نزدیک شمپین دعوتمون کرده بودن، ما بودیم بذارید همون شیکاگو باشیم دیگه، که هم سالون قشنگتریه هم جای بهتریه. برای همین در کوپرنیکوس سنتر یا کوپرنیکوس سنتر خواهیم بود در تاریخ 2 دسامبر، درست بعد از اینکه دبی تموم میشه از دبی مستقیم به شیکاگو. بله با امید خدا میریم به شیکاگو. به دلیل شما عزیزانی سلامتی که در شیکاگو هستید، دوستان عزیز اونجا، و بعد هم دوستان شیکاگویی از حالا حواستون باشه. بله. برید به کنسرت شهرام شب‌پره، چون میدونم بی نهایت لذت خواهید برد. بی نهایت. ملروز پروڈکشنز و نیما اینترتینمنت ارائه میدهند شنبه 2 دسامبر شیکاگو، در شبی بیاد ماندنی، رقص و هیجان، شور و پایکوبی، انرژی بی پایان با ریتم پرتپش موسیقی پاپ ایران در آخرین دیدار شیکاگو، سالن کوپرنیکوس سنتر، با مرد اول موزیک پاپ ایران. شب خداحافظی با سلطان موسیقی پاپ ایران، شهرام شب‌پره، در آخرین تنگو، در آخرین اجرای خود در شیکاگو. توریدی از علیرضا امیرقاسمی، شنبه 2 دسامبر کوپرنیکوس سنتر شیکاگو. تهیه بلیط از وبسایت persiantix.com. 9 دسامبر. بله. بیریم به ونکوور. اکثر بلیط های ونکوور تموم شده. بله.
یعنی الان روی 83-84% فروش بلیط و بلیط اکثرش تموم شده، هرچی باقی مونده دیگه بگیرید دیگه، هرچی باقی مونده بگیرید. 9 دسامبر در ونکوور خواهیم بود. ملروز پروڈکشنز و نیما انترتیمنت ارائه میدهند شنبه 9 دسامبر ونکوور، در شبی که برای همیشه در خاطره ها ثبت خواهد شد. شنبه 9 دسامبر هیجان به اوج خود میرسد. سالن مجلل اورفیوم ونکوور در آخرین دیدار با مرد اول موزیک پاپ یک سرزمین در شب خداحافظی با سلطان موسیقی پاپ ایران شهرام شب‌پره در آخرین تنگو در آخرین دیدار. توریدی از علیرضا امیرقاسمی، شنبه 9 دسامبر شهرام در اورفیوم ونکوور. تهیه بلیط از وبسایت persiantix.com. چقدر جالب. پس اول میرید دبی، چندمی؟ 28م. 28 اول میریم لندن. اول پس میرید لندن. بله، دو شب لندنیم. 18م و 19م لندنه. اوکی؟ 18م سولداد شده، لندنم فکر کنم شب دوممونم بالای 80%ه. شب اول سولداد شده، 18م سولداد شده، 19م 80%ش رفته. دلت نخواهیم بود. 20م در منچستر. اوکی. 20م منچستره که اونم سولداد شده. بله. 28م میری دبی. 28م دبی که اونم نصفش تموم شده. دوم در شیکاگو هستن. دوم شیکاگو. نهم در ونکوور. نهم ونکوور. آره. شما همینطور میچرخید. دیگه همین دیگه. این چیز زبل خان شده داستان. و سلامتی. با امید خدا. و بعدش دیگه یک استراحت، یک تمرین های بسیار فشرده. برای چی؟ برای لاس وگاس. 22م، 23م، 24م، 25م، 4 روز و 3 شب در وگاس با شما عزیزان خواهیم بود برای کنسرت شهرام شب‌پره که روز 24م شهرام شب‌پره شب کنسرت شهرام شب‌پره شب کریسمس میشه در واقع، که دوستان عزیز با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون هست تماس بگیرید، هتل خودتون رو انتخاب کنید، هتل رو بگیرید هر چه زودتر، برای اینکه من میدونم که خب همینجور هتل ها داره سولد اوت میشه، تیکت ها داره سولد اوت میشه. دوست داریم که ما با شما باشیم در وگاس، شما عزیزان رو ببینیم در کنسرت شهرام شب‌پره. هتل پاریس، هتل سیزرز و هتل فلامینگو. خب میخوای شروع کنیم از فلامینگو امروز؟ بله، فلامینگو خوشبختانه ما تونستیم که قیمت ها رو عوض نکنیم، چون هم تو بهتون گفته بودیم زمان که میگذره قیمت ها بالا میره. بله. ولی یک شانسی که آوردیم قیمت ها رو عوض نکردن. فلامینگو برای اتاقای چیشه؟ اتاقهای فب. یعنی از هم فبیلس بیان. خود هتل دیگه نداره این اتاقا رو. آره. هتل تموم شده این اتاق. بسیار بزرگ. این اتاق جدیده. بله. خیلی اتاقای خوبیه. هر نفری $109 پلاس تکس و ریزورت فی که اونا رو دیگه جداست. میدونی. که با $109 چی میاد؟ یک تیکت کنسرت برای هر نفر، تیکت ها $80 دیگه. تیکت های $80. بله. حواستون باشه. یعنی در واقع $80 که میدن در واقع کل یعنی چیه؟ برای هر اتاق $29 برای سه روز. برای سه شب. واقعا برای سه شب. 4 روز و 3 شب اصلا کجا میشه $109 همچین چیزی که شما کنسرت برید، هتل داشته باشید و لذت هم ببرید. من پیشنهاد بهتون میکنم، واقعا فلامینگو رو بهتون پیشنهاد میکنم. یعنی به نظر من هم از لحاظ اتاق، هم از لحاظ وسعت، هم از تازه بودن اتاق واقعا عالی و بی‌نظیره. واقعا عالی و بی‌نظیره. درستم اونور خیابونه و روبروی سیزیز پلاسه، برای همین خیلی راحت براتون میتونید اینو بیاید و با این پل هوایی هم میتونید سیزیز پلاس.
بعدش هتل پاریس هست که برای هر نفر $225 هست. میگم ما اینایی که میگیم ریزورت فی و تکس درش نیست. با $225 برای هر نفر یک تیکت کنسرت هم هست. اینا حواستون باشه که در هر اتاق هم دو نفر میتونید باشید. بعد میرسیم به سیزرز پالاس که $275 برای هر نفر هست که تیکت های کنسرت تیکت های $100 حواستون برای باشه. سیزرز. برای سیزرز. بله کسایی که به سیزرز میان برای این که جلوتر هست این تیکت ها. بله. و دوستان از حالا میتونن تماس بگیرن و فکر کنم هر چی که دیرتر بشه قیمت ها میره بالاتر. اگر امروز هتل خودتون رو بگیرید، جای خودتون رو بگیرید، تیکت خودتون رو بگیرید، هم میتونید هتل خودتون رو داشته باشید، همین که بتونید بیاید کنسرت شهرام شپره نازنین. ببین هتل این کالسیوم یکی از واقعا به نظر من زیباترین سالن هاست که ما در دنیا میتونیم بگیم جزو زیباترین سالن های دنیا محسوب میشه. از لحاظ تکنیکی جزو 5 تا سالن مطرح دنیاست. درسته؟ خیلی زیباست. واقعا. بسیار زیباست. بله. حالا این سالن 3 طبقه رو 3 طبقه هست. ما طبقه دوم سوم کلن سولد اوت شده. با کسانی که با حمایت که مردم روزای اول نسبت به بلیط های کنسرت و پکیج داشتن. الان فقط طبقه همکف مونده. طبقه همون طبقه که هست. و بلیط های این طبقه شما همون که گفتم 2 تا هتل سیزر، فلامینگو و پاریس با اتاق‌های 79 با بلیط های $79 میاد و بلیط با 4 روز و 3 شب میشه $225 در پاریس. در پاریس بله. با 4 روز و 3 شب در فلامینگو میشه $109 بله. با بلیط $75 $79 اوکی. 4 روز و 3 شب بلیط $79 میشه. حالا سیزرز رو الان قیمت سیزرز و دیل سیزرز بی نظیره، واقعا بی نظیره. $275 با بیت $100 بیاد، یعنی 4 روز و 3 شب در هتل 5 ستاره که مثل سیزرز هست شما با $175 نفری دارید بیرید 4 روز و 3 شب بمونید، چون بیتش که $100 بشه. تابید که از این بهتر پیدا نمیشود. بیوتیفول. اضافه هم خواستید، بیت اضافه خواستید، همون موقعی که با دوستان صحبت میکنید رزرو میکنید همون موقع بگید ما اینا رو میخوایم و بیت اضافه کنسرت رو میخوایم، بیت اضافه بهتون میدن. اگه خواستید تعدادتون هم بیشتر بود بازم عالیه، انتخاب هم بکنید چه جور اتاقی میخواید و دریافت بکنید. علی جان اگر نخواهید با تلفن تماس بگیرن persiantix.com هم میتونن برن و اونجا هم میتونن برن و بیت خودشون رو با پکیج های خودشون رو دریافت بکنن. از persiantix.com بریم برگردیم. با شما خیلی کریسمس امسال گرد همایی ایرانیان در 3 هتل افسانه‌ای لاس وگاس از 22 تا 25 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل و شرکت در آخرین کنسرت شهرام شب‌پره. در سالن بی همتای کالیسیوم سیزرز پالاس 3 پکیج با قیمت های استثنایی هتل فلامینگو هیلتون، هتل پاریس، هتل سیزرز پالاس تلفن رزرو پکیج 877-742-4726 و یا وبسایت persiantix.com. وا این یقت چی شد؟ اینو چند روز پیش که رفته بودم کافی بگیرم از استارباکس روز هالوین بود اینو بهم دادن. قشنگه نه؟ آره. حالا یه جالب بسه بگم، ماشین بنز که میشینی توش تمام جلوی ماشین، اینه که با ماشین برقی، تمام جلوی ماشین علامت هالوین بود، روز هالوین. یعنی بغل دست آره همه اینها جلوی ماشین هالوین بود. نشستم تو ماشین
دم چه خوشگله. بعد اینا بیرون برگا میمدش، این دوتا کدوها اینجا بودن، چند تا کدو گذاشته بودن اونور، خیلی باحال بود، خیلی قشنگ. امریکا خیلی جالبه که همه چی رو هی جشن میگیرن، میدونی آدم خوشش میاد همه چی. بعد این به بیزنس هم کمک میکنه، میدونی همه چیشون یه سیاستی درش هست که به یه جوری شما مثلا خب هالووین برید لباس بخرید، برید این کارو بکنید، برید کدو بخرید، اون مودتون و حستون و حالتون رو بخواد خوب کنه. آره همه این مثلا نگاه کنید، واسه این زدم. ببینید چه قشنگ که بیزنسمنا نازنینا یاد بگیرن تو کشور خودمون، کشوری که ببینید همین یه همچین چیزی، ببین چقدر جذاب میکنه کارو، چقدر قشنگه. ببین کدو هم داره میخنده، نشون میده خنده خیلی چیز زیبا و قشنگه. با اجازتون، خیلی مهمه ما خنده رو یه مقداری یادمون رفته، یعنی بهمون سعی میکنن تا اتفاق بیفته بیشتر مراسم غمگین ما رو بیشتر بهش توجه میشه. تو باید تولد رو بیشتر بهش توجه کنی، نه وفات و کشتن و اینها رو. میدونی چی میگم؟ بله. به تولد شادی ببرم. همیشه اول میاد. همیشه اوله. اینه، حواستون باشه در هر صورتی. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. انجلا جولی دیدی بابا؟ وای شما نگاه کنی، واقعا آدم حظ میکنه، واقعا من حظ کردم. هیکل رو ببینید، زیبایی رو ببینید، به خدا آدم بیکار بوده. خدا اون روز خدا کار نداشته، تایم داشته. و چقدر دخترشون که بغلش وایساده شبیه براد پیته، عین شکل باباها رو داره. ولی اینا خداوند کار نداره. وقتی طرف ما رو خواسته درست بکنه، خاورمیانه یه دونه چیز رو نمیشه. هرچی فکر کردن وای این چرا اینجوری کرده، سر این ورا که اومده وقت گذاشته، راه دور بوده من فکر کنم اونجا زندگی میکرد. خداوند اونجا زندگی میکرده. یه جوکی صحنه فرستادن، یک خانم زیبایی رو نشون میدن، میگن که ببینید خدا وقتی که میخواستین اینا رو بسازه ببینید چقدر تایم داشته، ولی وقتی به ایران رسیده اصلا دماغ ساخته. کل اونجا، کل اون طرف همه پشمالو، همه والله به خدا اصلا انتقام کنه، همه دماغ زیبا خوشگل، مردا همه از گوشا مثلا جلو نگام کنه، مثلا قدر مو در اومده از گوشه. ناشکری نکنیم، باز هم خدا. من دیدم یه کسی دیدم موهاش ریخته بود سرش، از اینجا شونه میکرده دیگه، اینقدر گوشا مواد نه از گوش دیگه، موهای گوش اینقدر. به خدا اصلا ماها نگاه میکنی اینا اصلا ندارن، نه گوششون مو داره، نه دماغشون موی اضافه در اومده، نه سینهشون. طرف یکی پیرنش در آورده بود در آب میدوید، از هموطنها نگاه میکرد بگه این پیرم پشمی تنشه. گفتم اون آقا رو رفته بودم تو چیز یه بار، گفتم وسط نگفتم، یه بار رفتم سونا تو جیم، رفته بودم سونا، والد جیم شدم دیدم آقای، دیدم میشتاختم آقا رو، گفت سلام علیکم، گفتم بابا چاکرم اینا. بعد بودم علی آقای گفت چه خبر اینا، نشستم پیشش، دیگه چرا با تیشرت نشسته، دود بود دیگه، دود بود به خدا. دیدم چرا تیشرت تنش کرده اومده تو سونا که تیشرت یه حوله میندازی فوقش برای حوله رو در بر میداره دیگه. اونا که چیز هستن، اونا که رو اینا روشو زیاده اینم باز میکنن، مال ما ما میبندیم دیگه کلا. آره با حوله دیگه، حوله رو بر میداریم، حوله دور کمره هستش. بعد این دیدم این علی آقای حوله بسته و یه تیشرت هم پوشیده، اینا دود بود. حالا این هم دیگه نگاه نمی کنید سونا هم نگاه هم دیگه نگاه که نهد بکنید دیگه بردا که با هم دیگه اینا یه خود چرخ رو حرف میزد صحبت میکرده اینا، ما باید دیگه مدتی بیه 20 دقیقی بمونیم اون تو دیگه. من چرخیدم دم علی آقا این پیرنش که پوشیده بس که پشمیه و بعد این پشما هم داره خیس شده. بعد دم نه خود علی آقا هست، به جان تو پشت، آره پشت هم توی چیز باور نکردنی بود علی آقا. ولی خب آخه
چرا ماها اینجوری شدیم؟ چرا اینا اینجوری شدن؟ آخه اینم بالاخره یه روزی باید بپرسیم، وقتی رفتیم اونور بپرسیم آخه خدایا چی بود داستان؟ چی فکر کردیم؟ چی بود سر اونا؟ مثلا سر اینا که اومدن امریکایی یا این وایکینگ ها اینا، ما همه پرمو، همه قیافه خوب، قدا قدا بلند، خوشکل، هیکلا درست، اسقس درست، به ما رسیده. اب نداره. دوستان عزیزی که دوست دارن آگهی بدن، آگهی هاشون بهتر باشه. دوست دارن که جنسی بفروشن، فروخته بشه، یا جنسی رو بهتر بخرن، بهتر ببینن، حتما سری به لاله‌زار بزنن. آفرین. باریکشالله. نه خوش آمد. واقعا هم همینطوره. من اپلیکیشن لاله‌زار، یک اپلیکیشنی هم برای تمام شماهایی که به بیزینس خودتون اول از همه اهمیت میدید. بله واقعا فکر نکنید که فقط مثلا تو اینستاگرام بیزینس، نه، الان مردم از شبکه‌های مختلف استفاده میکنن برای مطرح کردن بیزینسشون، مطرح کردن کارشون، کار گرفتن، برای کار گرفتن، برای کارآفرینی، همه اینها راه های مختلف هست. لینکدین رو داریم مثلا، خیلی از اشخاص تو اونجا کارشون جواب میده. اپلیکیشن های هست، سایت های هست که شما میرید کار خودتون رو روش دانلود میکنید که بتونید بگید چه کاری بلد هستید. حتی اونایی که کار دارن باز دوباره میرن خودشون رو مطرح میکنن، عنوان میکنن، چون شاید کار بهتری گیر آوردن. شما هم همین کار رو انجام بدید. لاله‌زار یک اپلیکیشنه برای همه شماهایی که میخواید کار خودتون رو معرفی کنید، یا یه کاری رو، یه حرفه‌ای رو بلد هستید، یا یه حرفه‌ای کاری رو دارید دنبال کسانی میگردید که به این کار بیان و برای شما کار کنن، یا میخواید بیزینس خودتون رو برای اشخاص دیگه معرفی کنید، میخواید بگید که مثلا من این کار رو انجام میدم. درسته گوگل هست، درسته سایت‌های مختلف وجود داره، اما این راه درست ترش چرا؟ به خاطر اینکه شما میتونید صفحه برای بیزنس خودتون داشته باشید، ویدیویی که خودتون مایل هستید از بیزنستون رو آپلود کنید اونجا، که اون اطلاعات لازم رو در اختیار همه قرار بدید. حالا هر رشته که دارید، لوله کشی، مکانیکی، پزشکید، دندان پزشکید، کار مهندسی انجام میدید، هر کاری که دارید، هر بیزنسی که دارید. دوست من به من گفت من میخوام شرکت ولی پارکینگ دارم. در ضمن ولت نگین تو رو خدا، ولی تیش خونده نمیشه، ولی پارکینگ دارم. اکثرا یاد گرفتیم البته هممون دیگه. گفتم خب، گفت تو این لاله‌زار چی فکر میکنی؟ گفتم خیلی فکر خوبیه، خیلی، برو کمپانی تو معرفی کن، بگو آقا ما راننده داریم برای مهمونی های شما، میتونیم این ولی پارکینگ رو داشته باشیم، به تو معرفی کن، برو بذار اونجا، اونجا هم بذار، چون شبکه های مختلف به شما این موقعیت رو میده که شما بتونید بیزنس خودتون رو معرفی کنید. یادم میاد یکی از این موجودهای تلویزیونی که چهره معروفی هم هست، یه روزی تو کلاب هاست داشت صحبت میکرد، بعد با یه آقای دیگه صحبت میکرد، گفت آقا شما اصلا لینکدین نداری که من بخوام چیز کنم؟ گفت یه بعد آدم لینکدین داشت. گفت بله، شما اگه لینکدین ندارید اصلا قبول نیستید. دیدم این آقا مثلا برایش چقدر اهمیت داره که یه کسی لینکدین پیج داشته باشه یا نداشته باشه. لاله‌زار هم همون حالتو داره. شما باید پیج خودتون داشته باشی. الان خیلی از بیزینس ها رو اونا خودشون گذاشتن، ولی شما میتونید همون بیزینس خودتون رو برید پیدا کنید. وکیلید، وکیل هستید، نه پرالیگالید، برای یه وکیل کار میکنید، برید خودتون رو معرفی کنید، کارتون رو معرفی کنید، بگید چی کار میکنید انجام بدید. حالا کار دیگه لاله‌زار، جنسی دارید میخواید برای فروش بذارید، مثل ای بی. بله ماها میشناسیم کارمون رو، ما میتونیم فرش رو با فرش مقایسه کنیم و جدا کنیم، ما میتونیم بفهمیم کاشان با نایین چه فرقی داره، نایین با تبریز چه فرقی داره. تو ایبی متوجهش نمیتونیم بشیم، ما باید اینو بذاریم واسه مشتری که برای ما به درد میخوره.
شما اگر خریدار هستید برید لاله‌زار رو دانلود کنید، شما اگر فروشنده هستید برید تو لاله‌زار این کار رو انجام بدید. آهسته و پیوسته این کار بزرگتر و بزرگتر میشه و شما که از روز اول تو این لاله‌زار اومدید تا زمانی که کسی که یک سال دیگه میاد خیلی فاصله داره و شما میتونید کار خودتون رو جا بندازید اونجا. اپلیکیشن لاله‌زار رو دانلود کنید و ازش بهره ببرید و بزرگتر و بزرگترش کنید. سلام، امروز میخوام یه خبر عالی بهتون بدم. بالاخره بعد از مدت‌ها اپلیکیشنی مختص ایرانی‌های ساکن آمریکا طراحی شده که با این اپلیکیشن خیلی کارا میتونین انجام بدین، از معرفی شغلتون تا پیدا کردن کار، خرید و فروش اجناس خاص یا فروش وسایل اضافه‌ای که فضای خونتون رو اشغال کرده. و یا آپشن باحال دیگه، میتونین ببینین که تو شهر خودتون چه ایونت‌هایی اهم از فرهنگی، هنری، اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه هستش و ازش مطلع بشین. اسم این اپلیکیشن لاله‌زاره و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونین ما رو در اینستاگرام به آدرس lalezar.app فالو کنین. او راستی یادم رفت بهتون بگم، عضویت در لاله‌زار مجانیه. با لاله‌زار دور بزنی تو بازار. آماده اید برای کنسرت بیژن مرتضوی و عزیز دیگری به نام مازیار؟ مازیار فلاحی. مازیار فلاحی 25 ما که آماده ایم. من یکی که آمادم با اجازتون، چون هم عاشق بیژن مرتضوی هم و هم عاشق مازیار فلاحی و دوست دارم که 25 رو اونجا باشم و لذت ببرم از صدای هر دوی این دو عزیز. دوست دارم که شما هم حتما با ما اونجا باشید. یادتون نره 25 همین ماه. بله. یوتیوب تئاتر. بله آفرین. یادم رفت. حضور بیژن مرتضوی و مازیار فلاحی در این تور استثنایی که در شهرهای کانادا، در چند شهر کانادا برگزار شده، در نیویورک، حالا در شمال کالیفرنیا که چند تا بلیط بیشتر نمونده و بعد هم سرانجام در لس آنجلس در یوتیوب تئاتر. این اولین باره که مازیار فلاحی در آمریکا روی صحنه میره در این تور که سومین استاپش در لس آنجلس خواهد بود و دوستان عزیزی که در لس آنجلس زندگی میکنید این موقعیت رو دارید که برای اولین بار این اسطوره موسیقی ما بیژن مرتضوی رو روی صحنه ببینید و از طرف دیگه شاهد هنرنمایی بسیار زیبا و صدای بسیار زیبای مازیار فلاحی باشید. دو هنرمند دوست داشتنی، دو هنرمندی که هر کدومشون خاصیت‌های خودشون رو دارن و لذت بخش خواهد بود. بلیط‌های خودتون رو می‌تونید از تیکت مستر تهیه بفرمایید برای 25 نوامبر در تعطیلات تنکسگیوینگ، در سه روز تعطیلی تنکسگیوینگ که دفعه پیش گفتم پنجشنبه که همه دارن بوغلمون ها رو میخورند و فامیلی دوره هم هستن، 26 که روز بلک فرایدی همه میرن بخرید در فروشگاه مختلف و حراج های مختلف باشید. 24 پریدی چرا؟ آره حواسم پرت شد رفتم. 24 که همه میرن به فروشگاه های مختلف خریداشون بکنن در بلک فرایدی و 25 در یوتیوب همه نمی کنیم میریم برای دیدن بیژن مرتضوی عزیز و مازیار فلاحی. 25 نوامبر. Live Nation با همکاری Melrose Productions ارائه می دهند میعاد ساز و آواز، نوای عشق و دلدادگی، از آرامش قبل از طوفان تا نوازش قلب یخی. شنبه 25 نوامبر یوتیوب تئاتر لس آنجلس. شاهد شبی تکرار نشده.
شدنی. History in the making. برای نخستین بار هم آوازی هم نوازی با نام پر اعتبار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی. بیژن، بیژن مرتضوی. عاشق شدم با همه بود و نبود و ستاره محبوب یک سرزمین در نخستین تور هنری خود در آمریکا، مازیار فلاحی. بگیرید دستم و بازم تو دست ساقی ها، ساقی ها با دل ما را بیا. شنبه 25 نوامبر بیژن مرتضوی و مازیار فلاحی در کنار هم. همه گفتم که تو رفتی ولی گفتم که دروغه، دروغه، دروغه. در یوتیوب تیتر تهیه بلیط از سایت ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-805-4600. دکتری میگفتش که ساعت 11 شب حتما بخوابید چون باعث میشه که مغز و چشم شما استراحت کامل داشته باشه و بتونه کار خودشو انجام بده. سعی کنید که کم خوابی نداشته باشید. من این چیزا رو چرا میگم؟ برای که واقعا میبینم که بعضیا یه وقتایی میگن ما تا ساعت 2-3 بیداریم، بعد از اون طرف هم ساعت 7 پا میشیم. خب اینا همه در یه سنی ضرره. براساس من خیلی دیر میخوابم و سعی میکنم که اون 6 ساعت یا 7 ساعت بخوابم که واقعاش بعد 8 ساعت بخوابم. خب چرا 11 نمیخوابی؟ بیماری تلویزیونه دیگه. من هر شب باید یه فیلم حداقل ببینم. خب زودتر ببینید. خب کار میکنم زودتر ببینید. بعد فیلمی که تموم شد بخوابید. سعی کنید 11 بخوابید. از اون ورس روز خیلی خوب آدم صبح زود باشه. یه فیلم نگاه کنم. بعدم با بعضی از دوستان و کسانی که کار دارم اونور آبها هستن. اینم یه مسئله دیگه است. ولی کلا داشتم یه مقاله بلند بالایی رو میخوندم و در ریدرز دایجست خیلی جالب بود. داشت میگفتش که خواب اشتباه یا خواب کم یا خواب غلط یا ساعت خوابیدن غلط به شما اضافه وزن میاره. بله این یکیش. دیگری که فعالیت مغز شما رو کم میکنه. ناراحتی قلبی میاره. ناراحتی قلبی ممکنه، نمیدونی اونم میاره حتما. و یه مشکل دیگه اینه که مشکلات روانی و اعصاب به وجود میاره. تازه دیگه میبینم میزن حالت خوب نیست. خوبی شدیم نکنم چی آخه یادشون بخیر. بله واقعا هر جا هستن سلامت باشه. آره آره هم چی. بریم یه سریم به عارف عزیز بزنیم. صد در صد. هنرمند دوست داشتنی. وقتی آدم از عارف صحبت میکنه یاد خیلی خاطرات میفته. هنرمند بسیار. وقتی میگن با آدم دنیا فقط دو روزه. دو روزه. آدم دلش میسوزه وقتی میگن دو روزه. ولی عارف جزو اون هنرمندهایی که صداش تیکو نخورده. بسیار زیبا میخونه. آدم عشق میکنه وقتی به صدای عارف نازنین گوش میده. شنیدم که عارف عزیز و ساسی و دیگر هنرمندان اکسپند برنامه دارن. به سن تو نمیخوره؟ نه به سن من نمیخوره. نه چرا، همه وقتی هنرمندان آدم دوستشون داره. هنر سن نمیخوره. این برنامه حسنش اینه اتفاقا، برای همه سنی چه هر سنی میتونه ازش بهره ببره، خوش بگذرونه. این دلیلشه. پس کانادایی ها آماده باشید. بله 18 نوامبر در میریدین هال در تورانتو گروه آپادانا برای شما کنسرتی رو در نظر گرفته با حضور این سلطان قلب های ما، سلطان قلب عارف عزیز که همه ماها خاطرات بسیار زیادی داریم با ایشون. و همینطور ساسی با آهنگاش. بله بله شاهکار. و اکسپند این با هم در کنار هم خواهند بود در سالن زیبای میریدین. چه سالن قشنگی واقعا، چه جای خوبیه. بله دیدم که شما با شهرام شپره اونجا کنسرت. بسیار لذت بخش بود و در اونجا خواهند بود. برنامه‌ریزیتون رو بکنید. 18 نوامبر
و برید به میریدین هال، دیدار این هنرمندان عزیز و لذت ببرید. مطمئنن لذت خواهید برد. شب فراموش نشدنیه. 18 نوامبر رو به خاطر بسپارید. شنبه 18 نوامبر عارف اکسپند ساسی لایو این تورنتو مریدین هال. تهیه بلیط از ticketmaster.ca. تلفن اطلاعات 416-214-1010. من گفتم واسه داستان بر ضبط آنکاتمون رو دیگه. من یه ضبط آنکات داشتم با استاد فرید فرجاد عزیز، ایشالله هر جا سلامت باشه. با ایشون من یه ضبط داشتم و بعد منم آفیسم همش یه درش یه در، بعد بغلش شیشه بسیار بزرگ خیلی تمیز و خوب اونجا آماده. و بعد های فرجاد من صحبت کردن اینا، گفتم خب بس اومدن صدا کردن، گفتم بفرمایید حاضر شید که می‌خواستم میکاپ اینا که بعدش برن جلو دوربی. ایشون گفتم باشه و با من گفتم قربونت تو خدافظ، راه افتادن رفتن مستقیم رفتن تو شیشه. آره او مای گاد، خدا رو شکر که صدمه زیادی ندیدش، یعنی شیشه خورد نشد که وقتی ایشون صدمه زیادی ببینن، ولی خود اصلا دماغ و صورت و اینا خیلی حالشون بد شد. ما هم یکی از دوستانمون اصلا منزلی که دیگه دوستان بودیم، اونم اومد بره شیشه اینقدر تمیز بود، ایشون رفت و دماغ شکست. اینا دو بارم رفت تو همون شیشه. یه بارم تو خونه یه دوستان من تو سندیگو، خونه رامین، رامین پور تیمور، همین دوست خلبان نازنین بنده، تو خونه اون تولدش بود، 150 نفر آدم، خونه بزرگ، تولد، تمام خونه شیشه است. یه نفر ما دیدیم صدای شیشه اومد، همه شیشه ریخت پایین. طرف رفت با دماغ و صورت رفت، آمریکایی هم بود. آره آره خیلی مراقب باشید. تروریست. آره شوخی که میکنید حواستون باشه. اگر کسایی که شیشه های بزرگ دارن، من فکر کنم یه چیزی روی شیشه ها بزنن که خوشگلی خونه رو از بین میره روی شیشه. نه کمتر. حالا آقای فرجاد که سلامت بودن و این اتفاق افتاد، شیشه واقعا اون شیشه خیلی شیشه تمیز و خیلی بلند بزرگی بود و شیشه هم نشکست. ولی خونه رامی شب بود، بعد اینکه چراغ و اینا اونور بود، اینور هم چراغ و نورانی و از این کارهای خوشگل مشکل کرده بودن، ندید طرف رفت. آره. Oh my God. گفتن آره پلیسی وقت بیادش بگن اینا قصد کشتن آمریکایی رو داشتن، سریع میده که رو ما پیاده میشه. خانم لیلی افشار عزیز، یکی از دوابق موسیقی ما، در هفته که گذشت متاسفانه از دنیا رفت به خاطر بیماری سرطان و ایشون 63 سال بیش عمر نداشتن. ایشون دکترای گیتار داشتن از USC University of Southern California، تو از دانشگاه منفیس جوایز گرفته بودن به خاطر این نبوغ ایشون. و خیلی سخته، خیلی دردناکی که ما یک عزیزای اینجور عزیزانی رو از دست میدیم. و خودشون هم البته در USC درس میدادن، مستر کلاس USC درس میدادن، برای فوق لیسانس درس میدادن. خودشون در فلوریدا استیت یونیورسیتی دکتراش رو گرفتن و بسیار ناراحت کننده بود. بازمانده هاشون هم تسلیت میگم و قرار میخواستم تو برنامه قبلی بگم، متاسفانه وقت نشد و از دست دادن هر کدوم از این نوابق ایرانی دردناکه برای ما دیگه. به هر صورت ما به اینها میبالیم. بله. و افتخار میکنیم که در جامعه همون چنین اشخاصی داریم و وقتی از دستشون میدیم خیلی ناراحت کننده است. به خاطر هوای گرم الان میگم علیرضا من دعوا میکنه، اون که عقرب نه ها، یکی میگه روتیل. آها روتیل، وای این مردم از دیشب بخواستم اسم روتیل. خب یادم رفت، سنه رفته بالا و آلزایمر گرفتیم. بسیار زیاد شده روتیل و گفتن که خیلی مراقب باشید بچه هاتون رو، اگر حیات داری که حیاتتون استخر داره،
چون میدونید اینا یه مثل که حیوان ها یه علاقه به آب دارن. برای همین خب اینا بیاسه تو آب که میمیره نه نه میمیره. این در ایریایی که آب هست بیشتر هستن. بنابراین اگه بچه کوچیک دارید و اینا خیلی مراقب باشید. حیات رو نگاه کنید چون خیلی زیاد شدن. یکی اینا یکی هم یه مورچه های قرمزی هستن. بله بله. بای بای علی اینا خیلی بدن. بله بله. من نمیدونستم من همچی دارم برای این مورچه ها میسوخت. میدم کوچولو هن اینا میرن برای خودشون غذا جمع میکنن. چقدر با فکرن که غذا برای خودشون یه جا ذخیره میکنن که گرسنه نمونن. هیوستون هیوستون. علی اینجا پر شده. آره اینجا زیاد شده ولی اونجا خیلی درشتن. میاد نه اینا کوچولو هم ولی میان مثلا شما اگه برید پارک همچی که وایستادید یه همین یه چیزی یک نیشی شما میزنید. یک به یک شما میزنید. مارزدگی شده بشون. یاد هوتن عزیز افتادم. این یک به یک رو همیشه ما با هم دیگه شوخی میکردیم. ولی نه خیلی متاسفانه این پشه ها و این چیزا به خاطر هواه. البته یه چیزای اومده کوچولوه توش یه ذره سرکه و آب میریزن میذارن تو خونه ها. این پشه ریزایی که آدم میزنه میره اون تو و میفته. حالا میره مثل که دوست داره بوی اون سرکه و آب اونو بذارید این پشه ریزا رو بگید چون اونم خیلی آدم میزنه. یه دستگاه هایی هم اومده که میتونی تو خونه بذارید میکشه بینی نزدیکش میکشه تو اونا که دیز نه دیز نمی کنه اینا فقط میکنه تو خونه اون دیزی ها مال بیرون خونه هست. اون توی خونه آره اونی که دیز میکنه دو تا داریم ما که دیز میکنه دو تا چیز مختلف داریم که دیز میکنه. آره من باور کن دلم میسوزه ها اینا که میرن میخونن دیز میسوزه دل منم میسوزه. به هر صورت یه تصویر هم میخوام بهتون نشون بدم در پایان برنامه. اونم اینه که حمید فرانشاد یه موتور خریده. آره بعد با هم دیگه اومده بود رفتیم با هم دیگه تو استارباکس کافی خودیم اینا گفت بریم بریم یه موتور دور بزنیم. گفتم ولم کن جون من. گفت نه بریم با هم یه دور بزنیم. خلاصه نشستیم پشت موتور رو دو تا کاسکیت گذاشتیم سرمون رو یه دورم زدیم با هم دیگه. آره همینطور می‌رفتیم و اینا. بعد حمید گفت الان اینجا آهنگ همسفرم لازمه. گفتم به بعضی فکر نکنم من بیروزم عقب نشستم اسمش هم علی بود تو فیلم. گواره گوشم ریش داره بوده بسیار جالب. انشالله که همیشه خنده رو لبتون باشه. هیچ کدوم نگرانی نداشته باشیم. دیدار ما با شما هفته آینده. خدا نگهدار. برای لاس وگاس الان زنگ بزنید.